اگر ما بتانیم انرژی رو در دهات کشور ببریم و در اونجا میتونن که مردم اگری بیزنس های بسیار کلان بسازن به این مفهوم که یعنی فابریکا هایی که بتانن ارزش افزایی در محصولات بکنن، مثلا کجوک سرکه چالو را اگر شما به چپس تبدیل بکنید و او رو به کابل بیارید، ممکن است که 4 برابر تا به 10 برابر ارزش مادی از اون بالا بره. به این شکل انرژی تامین کننده بسیار مهم اقتصاد زراعتی است. به او خاطر است که وزارت آب و انرژی، وزارت انکشاف دهات که سرک ها را می سازن با وزارت زراعت یک جا در یک حلقه کار می کنن تا بتوانیم که بین فعالیت های خود همسویی به وجود بریم و تاثیرات پروژه ها را بهبود ببخشیم. بسیار خوب آقای رحیمی، اما هنگی هایی که از جانب شما با 4 ارگانی که دقیقاً به طور بسیار زیاد دخیل در روند کاری هستند، چقدر بوده به خاطر از اینکه انکشاف دهات صورت بگیره و برستاهای افغانستان قسمی که شما هم موضوع بسیار حیاتی که سرک است رو اشاره کردین و به خاطر از اینکه بتانه یک دهقانی که در اطراف زندگی میکنه اموال خود با مارکت بتانه بکشانه و امروز دقیقاً دنیای امروزی دنیای مارکت است و هر فرد افغان و هر شهروندی که در هر جای حضور داره دقیقاً تقاضای از این از وزارت زراعت میکنه که باید زمینه از این که ما به طرف مارکت بریم برای ما مساعد شود. یعنی در این کارتان شما چقدر خود موفق میبینین و آیا ارگانهای دیگر دقیقاً مثل شما به درد مردم میاندیشند و یا خیر؟ اگر وزارت زراعت شما به صورت مجدد فکر کنید، وزارت زراعت وظیفه‌اش بلند بردن تولیدات زراعت است. دقیقاً. و فروشش و مارکتش مربوط میشه البته با ارگان دیگه دولت افغانستان و وزارت کشاورزی افغانستان است. اونا واضح هم بسیار تلاش دارن و همین توافقنامه که جدید امضا شده هم بسیار کمک میکنه و همین سن توافقنامه های دیگه که موتورهای افغانستان بتونه به اروپا بره، موتورهای افغانستان بتونه به روسیه بره مثلا و ازبکستان و کشورهای آسیای میانه و به شرق میانه برن و همین قسم خطوط ریل لینک شو با افغانستان که این بسیار قیمت ترانسپورتشن بسیار پایین میاره. مثلا یک ایسایی که وزیسه به معادن همیشه میگه اوست که 75% پایین میاره قیمت ترانسپورتشن خطوط ریل و تناسب استفاده از لاری ها و ما متاسفانه که اولین خط ریل ما از حیرتان به مزار شریف انشاءالله نزدیک شده، امیدوار هستیم که خطوط دیگه ریل در افغانستان بیا و این تأثیر فوق العاده بزرگ سر تجارت در افغانستان و من جمله تجارت اموال زراعتی خواهد داشت. و ضمن نه تنها که باز ترانسپورتیشن بلکه اینال ای که چطور با مارکت در تماس شوند و با فروشگاه های بزرگی که پول خوب میدن ما در او فروشگاه ها برسیم و در او مارکت ها برسیم. مثلا شما اگر بتانین بادام و یا انار افغانستان به ژاپن برسانین و تناسب مارکت هندوستان 3 برابر بلند فروش میشه به خاطر اینکه قیمت خرید زیادتری داره مردم ژاپن و همین قسم اگر در امریکا برسانین یا در بریتانیا برسانین و تناسب از اینکه به هند یا به پاکستان برسانین، در حالی که مارکت عنعنوی ما هند و پاکستان بوده و به هیچ قیمت نمیخواهیم که مارکت ما از دست بدیم به خاطر اینکه هر آن چی ما تولید کنیم در هند و پاکستان به فروش رسانده میتونه. اما این بسنده باید به این نکنیم، برای این باید مارکت های بزرگی دیگه رو میگیریم که جای خوشی است. مثلا ما روز گذشته از فابریکه کشمش باقی کوچرخی دیدم کرده یک فابریکه فوق العاده مدرنی که فقط سال گذشته توسط سکتور خصوصی ما شما تأسیس شده و تمام سامان آلاتش از اروپا آمریکا آورده شده و اونا میتونن که روزانه در 30 تن کشمش پاککاری بسته‌بندی و از فابریکه خود خارج کنن و این جای بسیار خوشی است. حدود اضافه 100 نفر در فابریکه کار میکنن و تمام کشمش را که اینا تا صادر کردن تا روزی که ما از اونا دیدم کردم حدود 7000 تن صادر کرده بودن به روسیه، اوکراین، هلند، انگلستان و کانادا و به 3 سورت روان میکنن هم کشمش های خورد متوسط و کلان و این جای بسیار بسیار افتخار است که الحمدلله ما دوباره تانستیم بریم به مارکت ها کشمش ما یک زمان قبل از جنگ و تمام دینا صادر میشد بار ما آیست آیست دوباره به مارکت میگیریم یا مثلا فابریکه جوس انار و مثلا سیب و یپایی که در مجرد ساخته شده
سپتور خصوصی سال گذشته. اونا تمام فراورده ها و محصولات را که امسال تولید میکنند در سال 2019 همه را فروختند. قبلا در سال 2009 کانترکت قبلی گرفتند و اونا باز هم به کشورهای مختلف اروپایی و شرق میانه صادر میشن و این آیست آیسته رشد کرده رئیس و این میدانه که اینا شما ببینید که این وقتی که اونجا میره و کشورهای بیرونی میره اینا باز مجبور هستن که از دیاقین خریداری کنند و دیاقین باز تولید بیشتر تشویق میشن و هیچ گونه حاصلاتشان ضایع نمیشن. اونا میتونن که اگر به شکل تازه سودا میشه خوب، اگر نمیشه فوراً به جوس تبدیل میشه، فوراً خشکش میکنن و بازارا میبرنش. و ما آیست‌آیسته شروع کردیم سکتور خصوصی با وزارت زراعت یک جا آیست‌آیسته دوباره مارکت های ادنبی افغانستان دوباره بنسید. بسیار خوب آقای وزیر، شما از تقسیمات تخمای اصلاح شده و دیگه وسایل بگویم، وسایل ضروری که البته بعد حاقین ضرورت است و میتونه عوامل تولید بله در انکشاف مزرعه از اونا و اونا کمک بکنه نیز سخن گفتین، ولی آنچه امروز مردم میگن از این روند مردم قسما شاکی هستن، طوری که اینا ادعا میکنن وزارت زراعت این روند عادلانه برای تمام ولایت افغانستان در نظر نگرفته، ولایت هایی که ناامن بوده با فیصدی بسیار کم دوجه البته ای عوامل تولید رسیده، ولایت هایی که دوردست بوده و تانسته بیشترین زمین به خاطر زراعت داشته باشه حتی به او جاها نرسیده. شما این رقم از زبان مردم و این روندی که شاکی هستن مردم چی گونه میبینید به صفت یک وزیر و مسئول؟ مجموعی تخم اصلاح شده فرضاً اگر در مجموعی غلجات افغانستان بگیرید که مثلا گندم و زیادترین قسمت شو میگن حدود 300 هزار تن ضرورت هست بخود هر سال، یعنی ما 300 هزار تن تخم باید بکاریم تا غلجات مورد نیاز خود در افغانستان پورا کنیم یا اکثریت شو پورا کنیم. و تخمای اصلاح شده طبیعتش ایست که تا اگر امسال تخم اصلاح شده بسیار خوبه از لابراتوار ها بکشین و تکثیر کنین و به دست دیاقین قرار بدین تا 4 الی 5 سال میتونه این تخم ها به شکل اصلاح شده خود باقی بمانه و بعد از اون مجبور هستین دوباره تجدیدش کنین. یعنی تخم اصلاح شده تو نیست که اگر شما توضیح کردین این برای همیشه اصلاح شده باقی بمانه بلکه دوباره پس محلی میشه. لحاظ سالانه ما مجبور هستیم که در حدود 75 تا 90 هزار تن تخم اصلاح شده را در دست دیاقین قرار بدین، اما ظرفیت تولید ما برای تخمه‌های اصلاح شده فعلا در حدود 20 هزار تن است.